تایفون میل میلیارد دلاری از کمک‌های آمریکا برای بازسازی افغانستان. تعجب نکنید، خبر از 1 میلیون، 10 میلیون یا 100 میلیون دلار نیست. بر اساس گزارش تازه اداره سیگار یا بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، در 10 سال گذشته 19 میلیارد دلار از کمک‌های آمریکا برای بازسازی افغانستان حیف و میل شده است، یعنی سالانه نزدیک به 2 میلیارد دلار. جان سبکو رئیس اداره سیگار به تیم والبرگ و پیتر ویلچ از مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که این مبلغ تنها از ماه می 2009 تا ماه دسامبر 2019 میلادی از پول کمک‌های آمریکا برای بازسازی افغانستان حیف و میل شده است. این گزارش در حال منتشر شده است که دولت مردان افغانستان در 10 سال گذشته همواره از تعهدشان در امر مبارزه با فساد سخن گفتند. همین دیروز چهارشنبه 30 میزان رئیس جمهور اشرف غنی در مراسم معرفی اعضای کابینه اش و پارلمان همزمان که یک بار دیگر از مبارزه با فساد سخن گفت، موجودیت فساد را به عنوان یکی از 5 خطر جدی در چشم انداز آینده افغانستان عنوان کرد. سلورم خطر فساد ده. ده فساد یو لامل پراتلون که بی باوری ده، یو بلگه دلس ها میلیارد دلار و انتقال بهرنیو هوادونو ته دی. پیسه دلتا پیدا شوی اما برتا بهر ته انتقال شوی. زنه غوالم پا دینن پا تفصیل و غگیگم. موگ اساسی تصمیم او کلکه را دلارو چه ده فساد ریخه باید غدسشی. در گزارش اداره سیگار آمده است که ایالات متحده آمریکا از سال 2002 تا سال 2020 میلادی 135 میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان کمک کرده است. از این مبلغ سیگار حدود 63 میلیارد دلار را آن را بررسی کرده است. یافته های این اداره نشان می‌دهد که از میان این مبلغ نزدیک به 19 میلیارد آن حیف و میل شده است. هنوز 72 میلیارد دلار باقی مانده کمک آمریکا برای بازسازی افغانستان از سوی سیگار بررسی نشده است. حالا پرسش این است، وقتی بررسی های اداره سیگار از کل کمک 135 میلیارد دلاری آمریکا به افغانستان تکمیل شود، سقف مبلغ حیف و میل شده از مجموع کمک های آمریکا برای بازسازی افغانستان به چند میلیارد دلار خواهد رسید؟ چند پیش رئیس جمهور غنی آمار داده بود که 90% از کل نفوس افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند. حالا با نشر گزارش اداره سیگار، بخش از پرسش ها در مورد چرایی سقوط 90% از مردم به زیر خط فقر پاسخ ابتدایی اش را پیدا می کند. یعنی چیزی که من سرش افتخار میکنم ایست که ملت سر از اینکه 90% زیر خط فقر 2 دلاری است، احساسش از یک ملت تواناست و این حسی که ما را براینده امیدوار میسازه امیز. در بخش جنبندی گزارش اداره سیگار آمده است که کمک کننده های بین المللی از جمله ایالات متحده آمریکا تقریبا 75% کل مخارج عمومی دولت افغانستان را تأمین می کنند. بانک جهانی نیز تخمین زده است که افغانستان دست کم تا سال 2024 میلادی هر سال بین 4.6 تا 8.2 میلیارد دلار به کمک بیرونی در دوره پسا صلح نیاز خواهد داشت. اما فساد گسترده، ناامنی و عدم پاسخگویی نسبت به چگونگی مصرف کمک‌های بیرونی همچنان مانع رشد اقتصادی افغانستان است و هم احتمال دارد این وضعیت روند صلح و فرصت پساصلح در افغانستان را به صورت جدی تهدید کند.